ای ابو را ای خدای هر دو جهان، ای که از تو باشد هر آشکار و نهان. تو را بحر از تو هست در جانم، نگسترم هیچگاه پیمانم. استوارم به دین زرتشتی، به دین مه آفرین زرتشتی. سنیکش بود بهین دستور، سنیکش بود بهین دستور. خوی اهریمن بود زان دور، این سنیکش در هر کجا و هر مکان. آدمی را برد به سوی خدا. دین زرتوش دین دانایی است، دین همکاری و توانایی است، دین پاکی و مهر و شادی و شور، دین صلح و سازندگی و دانش و نور. جشن مهرگان فصل پاییز و ماه مهر بر تک تک شما مهربانان خجسته باد. جشن امشب را آغاز می کنیم با گفتارهای جاودانه عشق زرتشت، با آوای دلنشین بانو نسرین نمیرانیان و دختر عزیزشون آتوسا نریمان. امیدوارم که از این سرودهای بادها استفاده کنید. یسنا خاطر 43 بنده 1 اوشتا و احمایی چید مسه شر یاز مسا و دایا خورا او تایی تی تبیشیم گتویی و سمی عشم در یایی تطمویی دو آمی رایو آشیش مکوش گامه اهورایی که فرمان روای مطلق است چنین قدر فرمود. خوشبختی از آن کسی است که دیگران را خوشبخت سازد. پروردگارا برای استوار ماندن به آیین راستی از تو نیروی تن و روان خاص دارم. ای آلمایتی، ای مظهر ایمان و مهر و محبت، آن پرتوی ایدهی که پاداش زندگانی سراسر نیک منشیست به ما ارزانی دارد. Yasna 43, verse 1. Mazda Ahura, the absolute ruler, has specified that good fortune is for him who makes others happy. O my Lord, to remain steadfast in truth, I want from thee the strength of body and soul. O Almighty, the symbol of faith and love, do grant me that power which is the reward for a life lived with good thought. یسنا حالت 47 بند 1 سپنتو میو و هیشتا چو منک ها حکشا و عشا و شیو تنا و چو منک ها چو احمایی دان هور باتا و امر تاتا مستاق شد را آمیتی احورا. کسی که در پرتو خرد مقدس و قلبی پاک اندیشه و گفتار و کردارش نیک و با راستی و درستی هماهنگ باشد، مزدا احورا با توانایی مهر و محبت خیش به او رسایی و جاودانی خواهد بخشید. یسنا 47 verse 1. One who is led by thy Holy Spirit and
His thought, word, and deed are good in tune with truth. He shall be granted perfection in eternity by Mazda Abra through his strength and love. و ما هم برای اینکه تاریخ ایران و تاریخچه جشن مهرگان را بهتر بشناسیم از بانو دکتر نوشین جهانگیری دعوت می‌کنیم که با سخنان ارزشمندشون ما را مهمان کنند. On the day of Mehr, from the month of Mehr, I welcome all of you, the participants of this joyful gathering from the auspicious celebration of Mehrgan. I'm Roshan Azriasi, and I'm helping Mubadiyar Dr. Nishin Jahangiri in translating this speech. After an introduction about Mitra, the deity of kindness and promise, we will discuss the role of Mitra and reverence in the ایزد مهر یکی از کهن ایزدان نامیز که خدمتش به پیش از در پشت میزد. ایزد بسیار قدرتمند که هویتی کاملا جدا از خورشید. همطور که میدونیم مهر رو ما خورشید خیلی نسبتش میدن. در واقع کاملا با خورشید متفاوت هست و نشانه پرتو نور و روشنایی است. این ایزد کننده تاریکی و نیمه های ارمان در مهریش میخواییم که ایزد مهر هزار چشم و هزار گوش دارد که نشانه آن است که کار همه رو به دقت بازبینی میکنه و نظارت میکنه. مهر عادل هست و به همه به یکسان نگرش میکنه.
ایزد مهر سر بچین بعد با سروش و رشم اشتار کار انسان به داوری میگذاره و بسیار دقیق و راست هست. Mitra is one of the ancient deities whose history dates back to before Zoroastrianism. He's a very powerful god with an identity completely separate from the sun, and he's a symbol of the radiance of light. He repels darkness and the forces of evil. In the Yashtav Mer, we read that he has 1,000 eyes and 1,000 ears, indicating that he observes everyone's actions with precision. Mer is extremely just and treats everyone equally. Mitra judges human deeds along with Surush, Rash, and Ashtav, and he's very precise and true. در دبستان مهر رو به صورت میترا پیدا کرد. از زرتشت 19 رو گرامی میشماره ولی جایگاه خاصی بهش میده. از اهورا مزدا میترا نقشش پایین تر قرار میگیره. و در واقع یکی از ایزدانی هست که در پیش برده کارهای دنیا به انسان ها کمک میکنه. مهر ناظر بر اجرای پیمان و نگهبان پیمان داریست. و هر کس رو مسئول اندیشه و گفتار و کردار خود مهر پشتیبان راستکاران هست و دشمن سرسخت دروغکاران و پیمان‌شکنان. اما گونه که نیکوکاران از خوشی و آسایش و خانمان برخوردار هستند، پیمان‌شکنان مهر و یا مهر دروج از کیفر در رنج خواهند. In the Avesta, he's referred to as Mitra, and Ahura Mazda holds this god in high regard, considering him one of the creations of Ahura Mazda. These gods are signs of the power of Ahura Mazda, created to assist in the advancement of the world. Mech oversees the execution of the promise. He considers each individual responsible for their thoughts, speech, and actions. Mech supports the righteous and his enemy to stubborn liars and covenant breakers. Just as the righteous will enjoy happiness, comfort, and prosperity, the covenant breakers will suffer the consequences of their actions. مهر نیروی قدرتمند در درون همه ماست. مهرورزی باید با یاری ستن تا منیلو پیش برنده باشه و با آگاهی در اندیشه و گفتار و کردار نمود پیدا کنه. وگرنه مهر خود میتونه مایه آزار و آسیب باشه. به همین روی مهرورزی در دیدگاه امام ازیاسمان امری بی‌سامان و کورکورانه نیست. یک مثال براتون میزنم. خورشید با اینکه نورش رو به همه ما میتابونه و در واقع مهرش رو به ما میرسونه، اگر در جایگاهی که الان قرار گرفته نباشه، یک کم نزدیک‌تر یک کم دورتر باشه، اون اثری که ما میخوایم ازش داشته باشیم نخواهیم داشت، یا زمین میسوزه یا کاملا سرد خواهد شد. برای همین هست که در واقع اون اندیشه اهورایی که پشت این داستان هست و این قانون اشعایی که در این دنیا جاری هست، خورشید رو در جایی قرار داده که مهرش اثرگذار باشه، اثر خوب داشته باشه. حتما با این شعر آشنا هستیم. دشمن دامنا بلندت میکند، بر زمینت میزند، نادان دوست. Mer is a powerful force that exists within all beings. Reverence for Mer should be accompanied by the assistance of Svantamani and should be manifested through awareness in thought, speech, and action. Otherwise, it can cause harm and damage. Therefore, according to the Nazianzi perspective, reverence for Mer is not uncontrolled and blind kindness. For example, the sun is a source of Mer and love, and with the help of Mazda's knowledge, it occupies a special position in the galaxy, and thereby promotes growth and ascent. If the sun were a little farther or closer, its light would harm the world. The wise enemy raises you up, while the foolish friend brings you down. در مرحله اول مهرورزی به خود هست. اینکه ما چقدر خودمون رو میشناسیم، چقدر به ارزش‌های خودمون آگاهی داریم و در جهت رشد خودمون حرکت می‌کنیم. از مرحله اول با خودمون مهربون باشیم.
باید دانش فرا بگیریم. یکی از اندرزهایش زرتشت اکیدن اعلام میکنه و تاکید میکنه که خرد ورزی رو پیشه بکنیم و به سوی وارستگی گام برداریم. We should be kind to ourselves and recognize our inner and human values and strive for our growth and ascent. We should take care of our physical and mental health and acquire knowledge by using good thoughts and spend time in view, or the progressive force to move towards perfection. Let us practice self-restraint and wisdom and create a sense of tranquility within ourselves. نوع دیگر مهربانی مهربانی به دیگران است. در گاتاها و اوستا بسیار به نقش دیگرخواهی و مهربانی به دیگران سخن به میان آمده. اشو زرتشت به روشنی بیان میکنه که خوشبختی از آن کسی است که به بقیهش خودمون خواستار خوشبختی دیگران باشه و باور این که خوشبختی هر فرد در خوشبختی دیگران گره خورده. باز هم اگه بخوام مثال بزنم، سلول‌های بدن رو اگه در نظر بگیریم، ما همه به هم تنیده ایم. در یعنی هم تک تک سلول‌های بدن ما هر کدوم کارشون رو به خوبی انجام میدن تا این بدن برقرار بمونه. و در واقع اینها یک قانونی رو فالو میکنن، دنبال میکنن و برای همین هست که سلامتی ما برقرار خواهد. ما میبایست علاوه بر این که به دیگران به انسان ها توجه میکنیم، به زیستگاه خودمون هم توجه ویژه داشته باشیم و به اونچه که در دوربرمون هست، در پیرامونمون هست، به مهر بنگریم و بر اساس آیین مزدیستی همونطور که میدونیم ما در نگهداری از طبیعت در واقع سلامت هستیم، در نگهداری هر چیزی که در دوربرمون هست. آموزش های بسیار In the Zoroastrian religion and the Avesta, emphasis has been placed on spreading kindness to others. Ashu Zarathustra clearly states that true happiness lies in desiring the happiness of others and believing that the happiness of each individual is intertwined the happiness of others. Just like the cells of a body are interconnected, our interconnectedness and mutual well-being are embedded in the happiness, joy, and health of others. Let us remember that this extends not only to humans, but also to our habitat and everything within it. We must look upon our environment and what is within it with love, as our Zoroastrian belief urges us to responsibly use and preserve our habitat for optimal benefit to ourselves and all other beings. ما این مهربانی رو چطوری میتونیم در واقع با چه اندرس‌هایی از گاهان و اوستا میتونیم مهربانی رو در دوره حال به کار بیاریم؟ اینها جملاتی است که من براتون جمع‌آوری کردم. امیدوارم ازش لذت ببرید. چیزایی هست که برای خودم خیلی ارزشمنده. همواره سپاسدار اهورامزدا باشیم که ما را سرشار از مهر بی‌پایان خود کرده. با این حال حس خوشبختی در درون ما افزایش می‌یابد. پس ما با این شعر هم آشنا هستیم. شکر نعمت، نعمت از افزون کند، کفر نعمت از کفرت بیرون کند. May we always be thankful for what surrounds us, as it becomes a source of for peace and joy for us. Let us strive to protect our environment. Let us always appreciate those who show us love and treat them with love and respect. And let us spread this culture. Let us look at others with the eyes of love and not diminish their kindness. سپاسدار آنچه که در پیرامون ماست باشیم و مایه آرامش و شادی دیگران باشیم و در پاسداری از زیستگاه خود بکوشیم. همواره قدردان کسانی باشیم که به ما مهر می‌ورزند و با آنها با مهر و شایستگی رفتار کنیم و این فرهنگ را گسترش دهیم. با دیده مهر به دیگران بنگریم و محبت آنها را خوار نشماریم. به دیگران گوش دل بسپاریم و از قضاوت پرهیز کنیم و سپاسدار رأی و نظر دیگران باشیم.
از دید مهر همه با هم برابرند. در دنیای مهرورزی کسی برتر از دیگری نیست. با مهر به یکدیگر بنگریم و در نیکی کردن از هم پیشی گیریم. Let us listen to others with empathy and refrain from judgment. Let us be grateful for each other's opinions and perspectives. In the realm of love, everyone is equal. In the world of love, no one is superior to another. Let us not only express love in words, but also demonstrate it in our actions. مهران نه تنها در گفتار که در کردار خود به نیکویی نشان دهیم. بدگویی نکنیم که برگرفته از میمون کاهنده یا انگرمن یوز. رازدار باشیم و در کاهش رنج دیگران بکوشیم. اندیشه و گفتار و کردار نیک پیش جوییم که این خود راهی برای ستایش ابرومزداست. پیماندار باشیم و پیمان شکنی نکنیم. Let us not only express love in words, but also demonstrate it in our actions. Let us refrain from gossip, as it diminishes the spirit of unity. Let us be trustworthy and strive to alleviate the suffering of others. Let us embrace noble thoughts, words, and actions, as they are means of praising Ahuramazda. Let us be true to our covenants and avoid breaking them. پشتیبان راستان و راستکرداران بوده و با دروغ و دروغکاران با مهر و سلاح اندیشه پیکار کنیم. نگهبان زمین و آسمان و آنچه در اوست باشیم. از آزار خود و دیگران بپرهیزیم، مایه شادی خود و دیگران باشیم و آبادانی گیتی را فراهم کنیم. مهر هدیه ایست که همه در خود داریم و به هیچ زحمتی می توانیم به دیگران ارمغان بدهیم. مهر خود را از دیگران دریغ نکنید که مهر شادی را افزون کند و شادی آرامش را. به یاد داشته باشیم که مهرورزی راستین جاودان خواهد ماند و ما را به امانتات یا بیمرگی میرساند. شاد زیمیم تا زیمیم به کامه زیمیم. گیتی من باد به کامه تن، میلوم من باد به کامه را. Combat against falsehood and liars. Let us be the guardians of the earth and the heavens and everything within them. Let us refrain from causing harm to ourselves and others, as it brings happiness to ourselves, others, and the prosperity of this world. Love is a gift that we all possess within ourselves, and we can give it to others without any effort. Do not withhold your love from others, as love increases happiness and brings about peace. Let us remember that sincere love will endure eternally and lead us to eternal life. May we live joyfully so that we may live according to our desires. May our existence be in accordance with our intentions and may our souls be at peace. Amen.
های گل شما که دل ما رو غم کردید، دل ما رو بردید. خوشگلای نازنین، خودتون رو معرفی میکنید؟ دریا سروشی. وشا خورادا کوچکی. کیانا واشتی. شعرهای حافظ و مولانا و فردوسی رو بخوانیم و عرش بذاریم، وقتی که دین و هنر و خرد رو در کنار هم داشته باشیم، نه در مقابل هم، بر هر جهل و نادرستی پیروز میشویم. وقتی که از فرهنگ صحبت میکنیم، منظورمون تمام دانشها، باورها، آیینها و هنرهای یک ملته. فرهنگ ما فرهنگی چند هزار سال است، فرهنگی که شادی رو سروده، جشن و رقص و موسیقی رو سروده و الان هم بعد از اون رقص زیبا به پیانو نوازی دختران زیبا به سرپرستی آقای آخه داری یه جوری نگاه میکنی؟ فرامرز هستن. فرامرز تشریفی. آخه داری یه جوری نگاه میکنی؟ میگم نکنه نوبت شما نباشه. تشریف میارم بچه های عزیز.
دریا جان، دیبا جان، اگه تشریف بیارید که یه بار دیگه خودتون رو معرفی بکنید و استاد فرامرز رشیدی هم تشریف بیارن. امیدوارم که همیشه در صحنه‌های اجتماعی همینطور که می‌بینید
تمام میدان رو به دست گرفتن. موفق بشن. خدمتتون عرض کنم که ما مرکز رو داریم بازسازی میکنیم و از آگست تا به حال تعطیل و در آینده تعطیل تا جانوری تقریبا نیمه های جانوری تعطیل خواهد. البته دفتر نیمه باز داریم با پرمی خانم بانو پرمی اینجا هستن و جوابگو هستن. منتها ما کلاس هایی داریم، کلاس مختلف آموزشی داریم، کلاس مختلف هنری داریم که با چنگ و دندون ما سعی کردیم اینا رو نگه داریم، سعی کردیم که از ساختمان‌های مختلف بتونیم استفاده بکنیم و اونجا رو داشته باشیم تا ارتباطمون بین گردش 24 و مردم و بچه ها رو از دست دادیم، چون حیفمون اومد که اگه این ارتباط قطع بشه خدای نکرده این بچه ها نتونن ارتباطشون رو با ما داشته باشن. در هر صورت ما به همیاری و کمک مالی، کمک قدمی، کمک کاری همینجوره احتیاج به کمک داریم، کمک شما. ما لازمه که سپاس از حضور تک تک شما عزیزان که پشتیبانی این مراسم رو داریم و جدیه شرکت کردیم. سپاس و تشکر از زرگ که برای فراهم نمودن این سالن به ما کمک کرده. سپاس و تشکر از گروه جشن‌ها که واقعا بدون دلیل از چندین روز پیش تا حالا داره تدارک این برنامه ها رو میگه و همیشه زحمت کشترین گروه بوده در گروه خودمون. تشکر از همه خیراندیشان جامعه در گذشته و حال و آینده. از هیئت امنا هم تشکر میکنیم، از هیئت زنهانداران که مسئولیت مالی و ساختمانی سالن رو به دوش میکشن. خلاصه تشکر از همه عزیزانی که پنهان و آشکار دستاندر کار جامعه هستند. درود بر همه اعضای گرداب دایرکتری گذشته که چراغ راه آینده و کمک‌های ما خواهند. اما آنچه مهم است و قابل گفتن حضور فعال شما در برنامه هاست. حضور شما انرژی می‌بخشد و جان می‌دهد و شور و شوق می‌آورد. شما قلب تپنده جامعه هستید. هر کدام از شما با جاری شدنتان خونی هستید که این قلب تپنده را جان می‌بخشد. ما به کمک فکری و کاری و مالی تک تک شما احتیاج داریم. ما گروه‌های فعال زیادی که زحمت جامعه رو بر دوش تک تک اعضای این گروه هست داریم. شما هم اگر پیشنهادی داشته باشید، گروه دیگری پیشنهاد داشته باشید مشتاقانه و از دل و جان می‌پذیریم تا همه افراد در گروه ها حضوری فعال داشته باشند. چه خوب است در همین گروه ها یاد بگیریم، بشنویم، انتقاد کنیم و با هم به با همکاری و با همیاری هم همزور و هم بهره باشیم. هویت جامعه ما در گروه همین حضور شماست. به قول سیاوش کسرایی که زندگی همین آمدنها، رفتنها، عشق ورزیدنهاست. در غم انسان نشستن پای شادمانیهای مردم، پای کوبیدن، کار کردن، آرمیدن. آیاری زندگی زیباست، زندگی آتشگه گیرنده پاورجاست. گرمی افروزیش رقص شعلهش از هر کران پیداست. مرد خاموش است و خاموشی گناه ماست. آری نباید خاموش نشست،
باید به فرداهای روشنایی باور داشت و کوشید که جامعه با هم‌آزوری و همگامی با هم به جلو برده. باید به کمک هم امید و آتش دل مردم را همیشه فروزان نگه داریم. برای معنا دادن زندگی باید باور داشت که زندگی یعنی شب نو، روز نو، اندیشه نو. زندگی بایست یک دم، یک نفس حتی جنبش ما نماند، گرچه این جنبش برای مقصدی بیهوده باشد. به قول سهراب سپهری، آری آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. زندگی نیست جز نمنم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی. زندگی نام نکوییست که خارش کردیم. زندگی ذره کوهیست که کوه، زندگی ذره پاییست که کوهش کردیم. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟ ما اعضای بورد آف دایرکتری دوره 24 به شعور تک تک شما عزیزان اعتماد داریم. ما ایمان داریم که مکانیزم حل اختلافات جامعه، شرکت و حضور و نقد و عمر بخشیدن به آنچه باور داریم خواهد بود و نه جامعه گریزی و پشت کردن به جامعه، نه تخریب شخصیت ها، بلکه سازندگی و نقد جانانه و جان بخشیدن به اندیشه هاست که می سازد و به جلو می رود. بهتر است فرزندانمان را با حضور در کلاس‌های آموزشی و ورزشی و هنری واکسینه فرهنگی و دینی کنیم. آری، واکسینه فرهنگی و دینی کنیم تا حرفی برای گفتن و شنیدن و جواب دادن داشته باشند و اعتماد نفس جوانان را بالا ببریم. سرتون رو درد آوردم، با سرودی کوتاه از ایران سخنانم رو به پایان می‌رسانم. ای ایران، آفتابت که از فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، کوهسارت که بر آن همت فردوسی برگسترده است، هم زبانان منند، همه اجزایم با مهر تو آمیخته است، همه ذراتم با خاک تو آمیخته است، خون پاکم که در آن عشق تو می‌جوشد و است تا تو آزاد بمانی. مردمانم مهربانان منند. با درود بی پایان به تک‌تک شما عزیزان و آرزوی آزادی و آبادی برای ایران و ایران. شیرازی بود چون شیرازی ها فلسفه زندگی خودشون رو دارن، میگن فرسون بهار
زمستونم که برف و سرما زیر کرسی پا پتو آدم خوابش میگیره. فصل پاییزم که ندونه دلگیر آدم کجا داره بره تو خونه باید به خواب استراحت. ادامه داریم کجاشو دیدید؟ هنوز تابونم گرم شده. دو تا رفیق شیرازی هم میرن ثروت بانک پول دادن. پولا رو که میدوزن و در میرن میرسن یه جای خلوت. اون یکی میگه مملو حالا بیا بشماریم ببینیم چه بد دوزدیم. میگه برو آم و حوصله داریم، این همه دویدیم، اینقدر پول ساختیم، اینقدر کار ما نسون، فردا خودشون تو رادیو اعلام میکنن چقدر بیکاری، حالا بشینیم پولم بشماریم. یه دفعه دیگه همین دوتا خوشگلا میرن طلا فروشی دزدی. پلیس که میرسه میبینه یکیشون وسط مغازه صندلی گذاشته نشسته، میگه که خب تو چرا در طرف بود؟ میگه ها از اول قرارمون بر این بود، طلاها مال اون، مغازه مال ما. حالا یزد خوشگل خودم هم درم برشون نیاد. تو بخوره کرونا یه خبرنگاری داشته گزارش تهیه میکرده از این ماسکای یه بار مصرف. به یه مرد یزدی میرسه میگه آقا نظر شما درباره این ماسکای یک بار مصرف چیه؟ میگه من راضی، من راضی، من یکاش یک دارم، من یک خورده کش رو گشم شده، حالا تا ببینیم بعدش چی میشه. یه زنم میره دکتر میگه آقای دکتر من اعصاب ندارم، دل و پرو کار کردن ندارم، شب که میشه کابوس میبینم، اصلا هیچ کاری نمیخوام بکنم. دکترم میگه خانم شما باید برید سفر، برید کنار دریا، این ور اون ور. این میگه ها حالا من برم به آقام بگم ببینم چه کارم میکنم. میره خونه و به شوهرش میگه ببین آقای دکتر گفته باید خرجم کنید، باید ببرید مسافرت، لب دریا، این بر دریا، اون بر دنیا، کافه، رستوران، حالا چه کار میخواهی بکنید؟ مردم یه فکری میکنه میگه هیچه، میخوام دکتر دواز کنم، راحت‌تر کم کنم. آخریشم بگم و برم حسرم سر. از بچه های مدرسه امریکایی میپرسن که پرسودترین و پردرآمدترین رشته در امریکا چیه؟ همه یه صدا میگن درمان پزشکی. میگن ای باریکلا حالا چرا درمان پزشکی؟ میگن اجازه آقا از بس که ملت ایران مشت محکمی زده به دندون دهن امریکا، هیچ دندون سالمی تو دهنش رو نمیده. کنم الان شاهنامه خوانی داریم با توسط بانو الهه تابش. الهه خانم ما داریم درد در دنبال شما میگردیم. نگید خوشگل خانم این جلو هم نشستن. به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. من اینجا هستم که روایت شاهنامه رو بگم برای مهرگان. مهرگان چگونه به وجود اومد، چگونه پدید اومد و چرا ما جشن می‌گیریم. در زمان جمشید شاه، شاه جهان بود که 70 سال حکومت کرد. جمشید مرد خردمند بود، کارهای بزرگی انجام داد، با مردم همراه شد و تمدن رو به وجود آورد. به مردم لباس پوشیدن رو یاد داد، لباس دوختن رو یاد داد، آهن رو گداختن و از اون ابزار مختلف ساختن، ابزار جنگی، ابزار زندگی و و و. همونطور که گفتم جمشید مرد خردمندی بود.
و همه مردم همراهش بودند و او را دوست داشتند. بعد از 70 سال زمانی رسید که جمشید بر خود قره گشت. کر بهش نفوذ کرد و از فر یزدانی که باهاش بود از دست داد و ادعای خدایی کرد. به اینجا که رسید مردم ازش رو میبرگردوندن و دیدن دیگه نمیتونن همراهش باشن. در نتیجه به این فکر افتادن که شاه دیگری پیدا کنن، فرمانروای دیگری پیدا کنن. بشنوید از آن سر دنیا، بشنوید از دنیای عرب که شخصی به نام مرداس که مرد خوبی بود، مرد مهربانی بود، مردی بود که چهار پایان رو داشت و اونها رو گوش میداد، به مردم دیگه بخشش میکرد، به طوری که هر کسی احتیاج به شیر داشت میرفتن به سراغ مرداس. مرداس مرد خوبی بود ولی خداوند عالم به او پسری داد به نام ضحاک یا آژدهپاک. ضحاک از اول بچه ناراحتی بود و یه مقداری حالتهای به اصطلاح گستاخی داشت و با همه جنگ، سر جنگ داشت. جریان ادامه داشت تا اینکه زمانی اهرمن بر او ظاهر شد و از او خواست که پدرش رو بکشه. پدرکشی عمل بسیار مهمیه و تونست ضحاک نفوذ بکنه به طوری که پدرش رو کشت و اهریمن اون رو تنها نگذاشت. البته ضحاک جای پدرش نشست ولی اهریمن اون رو تنها نگذاشت. و چه کرد؟ اهریمن شروع کرد برای غذاهای خوب پختن. تا این زمان مردم همه با میوه و سبزیجات و دانه های مختلف سد جون میکردن و تغذیه میکردن. اهریمن کسی بود که شروع کرد حیوانات رو کشتن و گوشت اونها رو به ضحاک دادن. ضحاک هم مرد بسیار شکم پرست و این باعث شد که ضحاک خیلی خوشحال بود و خیلی راضی بود از این جریان و اهریمن این کارا رو برای اون میکرد. تا اینکه روزی ضحاک خواست که ازش تشکر کنه، بهش گفتش که تو یه چیزی به من بگو، بگو برات یه کاری بکنم. اهریمن گفت بذار من شونه هات رو ببوسم. بوسیدن شونه همان و در آمدن دمار وحشتناک همان و از آن به بعد شد ضحاک مارگوش. این مارها طبیعتاً اذیتش می‌کردن و تمام مدت مزاحمش بودن. این مار اهریمن به صورت پزشکی ظاهر شد و به ضحاک گفت که راه این که تو این مارها اذیتت نکنن، باید مغز جوان رو به این مارها بدی بخورن و اینا در نتیجه میخواهند و تو رو از در نمیدن. ضحاک هم تصمیم گرفت که از اون به بعد روزی دو جوان رو بکشه و مغزش رو خوراک مار بکنه. حالا این ضحاک رو داشته باشی که مردم میان سراغش و میگن ضحاک باید بیاد و شاه بشه. چرا؟ چون مقتدر و اینها از جمشید روی برگردونده بودن به خاطر کبر و غرورش، اما نمیدونستن ضحاک چه ضحاکیه. ضحاک رو آوردن و ضحاک پادشاه شد و شروع کرد حکمروایی کردن. ولی از اون جایی که مرد بیخردی بود، سراسر جهان با جادو و جادوگری و غیره و ظالم، اصلا اجتماع دیگه برگشت، مردم دیگه برگشتن،
دیگه اون خوشحالی و خوشی زمان جمشید رو نداشتم و تمام مدت در ناراحتی و رنج بودم. در ضمن یادتون باشه هر روز هم باید دو تا جوان کشته میشد و مغزش به ماران برانده میشد. در نتیجه مردم همینطور جوانهاشون رو از دست میدادن و هر کسی جوانی داشت این جوانها رو پنهان میکردن که به دست سپاه نیفتن. شبی ضحاک خوابی دید. در خواب بود که نیمه شب ناگهان از کابوسی که دیده بود از خواب پرید و فریادی کشید. یادم رفت براتون بگم جمشید دو تا دختر داشت به نام ارنواز و شهرناز. اهمیت این دو دختر این بود که از اینجا زنان وارد شاهنامه شد. تا اینجا ما زنی در شاهنامه نداشتیم. ارنواز و شهرناز اولین زنانی هستند که حکیم ابوالقاسم فردوسی اونها رو وارد افسانه ها کرد و هر دوشون قهرمان ها می بودند. البته این دو گرفتار ضحاک شدن و اسیر ضحاک شدن. شبی که ضحاک این خواب بودی، این کابوس بودی، ناگهان ارنواز از صدای فریاد او بیدار شد و سراسیمه آمد ببینه تو چه خبر شده و چرا ضحاک داد میزند. آمد به طرف ضحاک خیلی آروم شد، سعی کرد آرومش کنه. ضحاک بسیار مضطرب و ناراحت بود، اصلا به دلش می‌لرزید. هر نماز آرومش کرد و یواش یواش شروع کرد باهاش به صحبت کردن. تو شاه مقتدری هستی، تو شاه بزرگی هستی، چطوری از این خواب انقدر ترسیدی؟ بذار موبدان رو صدا کنی که خواب تو رو تعبیر کنه. تعبیر کنندگان خواب رو خواستن و همه خواب رو شنیدن. و خواب چی بود؟ این بود که ضحاک در خواب دیده بود که جوانی به نام فریدون متولد میشه و این جوان اون رو به محمله میکنه، با اون میجنگه و اسیرش میکنه و در کل دمامن میگوشدش. برای این بود که قرم شبش رو نگران بود. به هر صورت معبر آمد، معبرین اصلا جواب نمیتونستن و میترسیدن ازش. خب این خواب معلوم بود تعبیرش چیه، ولی معبرین از اون میترسیدن که این رو بزنن. چه کردن؟ یک تعبیر کننده ای که یه مقدار شجاعتر از بقیه بود به نام زیرک آمد و داستان رو برش تعریف کرد. گفت بله، فرزندی متولد می شود به نام فریدون. این فریدون توسط یک گاوی، شیر یک گاوی بزرگ میشه و این بعدها میاد با تو می جنگه و با گرس رو اسیر می کنه، به کوه دماوند می بره و اونجا می نشینه. مسلماً ضحاک از این موضوع برآشفت، بسیار ناراحت شد و فکر کرد که خب باید یک کاری بکنه. چه کرد؟ گفت تمام نوزادان پسری که متولد بشن اینا رو بکشید و تمام عیالیش به دور شهر افتادن و هر نوزادی که پسری که متولد میشد رو از بین می‌برد. بشنوید از آبتین. آبتین یک سربازی بود، یک فردی بود که درش از افرادی که توی شهر زندگی میکرد و این آبتین توسط ایالی زحاق کشته شده بود و مغزش خوراک مارها شده. آبتین همسری داشت به نام فرانک. فرانک بزرگ چنان دید، زن بسیار قوی، شجاع و خردمندی بود. چه کرد؟ فرانکی که حامله بود وقتی بچهش به دنیا آمد که یک فرزند پسر داشت، به این نتیجه رسید که باید یک کاری بکنه. در نتیجه بچه رو
پشت چپ و جون زدنی بریم رقص بعدی. چطور خانم دکتر؟ بچه‌ها که آمادن.
معرفی کنید؟ آرگیس پاکسرش، دیانا باستانی، آرینا خوشتر، سارینا باستانی، شادی مرشانی، آرشاد زمرانی، روکسانا شیزیفیان، روشین خدا داد کوچکی، فریزا دیانتایی، ویستا رتشتر. بار دیگه تشویقشون کنید که انشاءالله همیشه بخندید و برقصید و شاد باشید. خاطرات بچگی و مدرسه. پارسال شما رو با خودم بردم به خونه مادر بزرگم. امسالم میخوام ببرمتون به مدرسه و درس و کتاب. خاطرات بازی‌های کودکی، دلخوشی‌ها و دلنگرانی‌های بچگی. مدرسه‌مون با اون دیوارای بلند سیمانی، تو حیاتش پر از درختای چنار و چند گلای شمعدونی. صبح که می‌شد صف می‌بستیم به ترتیب. خوندن سرود ایران و کمی ورزش صبحگاهی، زنگ کلاس درس و محسن معلم، تخت سیاه و گچ و نوشتن دیکته و حساب و هندسه، امید به گرفتن یه نمره 20 و اون ستاره طلایی، کارت آفرین و هدیه‌های قبولی، زنگ تفریح بازی‌های لیله و یمندغل و وسطی، زنگ آخر کنار در بزرگ آهنی، بساط دستفروشا، لواشک و قراقروت و پفک نمکی، اون برترم فرفره و تیرکمون و تو پلاستیکی. چه زود گذشت بچگی، چه زود گذشت بچگی. چیایی که دیدیم، انقلاب و جنگ و مهاجرت. یکی از این روزا میخوام فاصله ها رو بردارم، جاده ها رو پشت سرم بذارم، به جای اون دیوارای سیمانی گل عقاقی و یاس بکارم، یه سبد با خودم تجربه و خاطره ببرم، یه بغل پر از مهر و وفا و صفا ببرم، قاصدک‌ها رو صدا کنم، گلا رو بو کنم برای بچه های وطنم و بگم چه زود می‌گذره بچگی، چه زود می‌گذره بچگی. الانم بکنم به کلمه خانم بانو میترا دهموبه. درست میگم میترا خانم؟ تشریف بیارید. البته میگونم میترا خانم، شما در مجله امرداد خیلی ید طولانی داشتید. تو یدشو، حالا من میگم یدشو تو کم نیا، بیشترش کنم. زنده بخور. درود بر شما. خوشحالم که توی جمع شما هستم و می‌خواستم خودم جشن مهرگان رو اینجا باشم. خواستم که جشن مهرگان رو به دونه دونه‌تون شادباش بگم و بگم که چقدر خوشحالم که ما این جشن ها رو داریم و می‌تونیم توی موقعیت ها کنار هم باشیم و هم باشیم و توی شادی ها با هم شاد باشیم. اگه اجازه بدیم میخوام که سروده ای از هما ارژنگی که میدونم همه میشناسیمشون، شاعر ملی میهنی ما هستن، با نام
آنگه که کاوه سر داد آغاز سربلندی زهاق شد به زندان در قاف درمندی روزی که روح انسان آزاده و رها شد زنجیر ناگزیری از قامتش جدا شد آن روز سرفرازی یک روز مهربان بود پیدایی بهاران بر قامت خزان ای از تو خاطرم شاد باشی همیشه آزاد در کوچ سرد پاییز یا گرمی امرودار تو نسل قهرمانی آگاه و پرتوانی از خاله دلاور زیبنده یارمان برخیز و سر برافراز برخیز و سر برافراز با همت و خدایی تا با تو برخیزد ایران آریایی به امید ایرانمون رو دوباره سرفراز ببینیم جشن مهربان همه به خداست Thank you.
اگه شناخت از هم دیگه داری داره دو دو دوست هم میشه. نه آسونه نگران نباشی، بیا بیا دو دو دوست هم میشه. بیرون از سالن صدا رو نشنیم. کنترل تلویزیون معمولا دست کیه؟ دست خودش.
خیلی باهوشیه. گروه آبی، شما شناختت از مامان. رنگ مورد علاقه مامانت پیچ. آیا در خواب پرخور میکنه؟ غذای مورد علاقه؟ آیا شکموه؟ چه چیزی مامان خوشحال میکنه؟ تمیز کردن اتاق بخوره. مامان تمیزی داری؟ وقتی عصبانی بشه چیکار میکنه؟ تفریح مورد علاقه مامان چیه؟ کنترل تلویزیون معمولا دست کیه؟ آیا مامان خیلی باگوشیه؟ نه. و گروه صورتی رنگ مورد علاقه مامان؟ سبز. در خواب پرخور میکنه؟ نه. غذای مورد علاقه؟ پشت بالنجون. مامان شکمه؟ بله. چه چیزی باعث خوشحالی مامانت میشه؟ تفریح مورد علاقه مامانت؟ کنترل تلویزیون خیلی دست مامانه؟ مرسی از جوابات. اوه ببخش، وقتی عصبانی میشه چیکار میکنه؟ قهر میکنن. خور آره خور حالش مامان رنگی که مامان دوست داره؟ آیا در خواب بابا خور میکنه؟ غذایی که بابا دوست داره؟ خورشت فسنجی. آیا بابا شکموه؟ چه چیزی بابا رو خوشحال میکنه؟ تفریح مورد علاقه بابا چیه؟ وقتی بابا عصبانی بشه چیکار میکنه؟ کنترل تلویزیون خیلی بابا داره؟ بابا زیاد از گوشی استفاده میکنه؟ جواب بچه ها رو شنیدیم. حالا وقت مامان هاست حالا یکی مامان بابا ها رو خبر کنه. آره مامان بابا رو. عصبانی میشه مامانه چیکار میکنه جا مونده؟ Yeah.
بچه نه دوستای شما و فرزنداتتون جواب دادم به سوال. خب اونجا ثبت شد رکورد برداشتیم. حالا ما میخواییم جواب شما ها رو بگیم. رنگ مورد علاقه شما چیه؟ آیا تو خواب خورخور میکنی؟ نه. غذای مورد علاقت چیه؟ شکمی؟ نه. چه چیز خیلی خوشحالت میکنه؟ غذا؟ وقتی عصبانی میشه چی کار میکنی؟ گلیم کنم. کنترل تلویزیون رو خیلی دستاته؟ بله. آیا زیاد با گوشی برمیری؟ خیلی با گوشی بازی میکنی؟ گوشی زیادی؟ بله. تفریح؟ نه. ببخشم. تفریح مورد علاقه؟ برنده اون گروه بنفش هستش. با شناخت دو دوست هم دیگه این گروه چقدر به من نزدیک‌تره که این حتی اطلاعات
هم دارن انگار یه اون وقت زندگی کردن. و گروه زرد با یک دو سه اختلاف و گروه قرمز یک دو سه جواب اشتباه و گروه آبی با یک دو سه چهار با چهار جواب اشتباه. خیلی ممنون که تشریف آوردید. اجازه بدید من برم جایزه گروه بنفش رو بیارم. Jump, jump, jump.
خانه شدن
بازیگر رو من خدمتتون تقدیم بکنم. نمیدونم هنوز حوصله دارید یا نه، اگه بخواید میدونم خسته شدید و حرفش مون نمیشه، بخوام سرتون درد کنم، ولی دوست داشتم اینطور باشه خودتو به حالی بخونم که هم خودم لذت ببرم از حضور شما، که اگر که واقعا خوب بود انشاءالله شما استفاده کنم. خب من از آخری خواهش میکنم، حالا چون چند تا آهنگ رو قرار بود بخونیم، ولی ببینم اگر شماره دو رو بزن آخری بزن، آن شماره دو رو بزن بریم. عزیزان خواهش میکنم سکوت رو رعایت بکنید که انشاءالله خوش بگیرم. چون نسیم نو دمو بر
Thank you.
شروع کنه آقایی.